سرخط خبرها. کشته شدن یک فرماندهی محلی طالبان در ولایت پروان. کشتار هزاره ها در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار گرفت. دولت ترکیه به جنرال سمی سادات اجازه ورود به این کشور را نداد. طالبان میگویند آمریکا با وضع محدودیت بالای مقامات امارات اسلامی توافق دوحه را نقض میکند. بازداشت و لاتوکوب ده‌ها تن در ولایت قندهار به دلیل تراشیدن ریش. یک جوان پنشیری در ریاست 40 استخبارات طالبان زیر شکنجه جان باخت. و طالبان یک جوان را در والسپلی دولینه ولایت غور تیرباران کردند. با خبرهای مهم این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 میزان برابر است با 13 اکتبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. کشته شدن یک فرمانده محلی طالبان در ولایت پروان. منابع محلی در پروان میگویند که در پی درگیری میان دو فرمانده محلی طالبان در ولسوالی سیاگرد این ولایت، یکی از این فرماندهان کشته شده است. یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود و رسانه ها گفت که این درگیری صبح امروز پنجشنبه در دره خیشکی ولسوالی سیاگرد رخ داده است. خبرنگاران محلی گفتند که دو طرف درگیری احمد الله و شمس الحق نام دارند و شخص احمد الله نام در پی خصومت‌های شخصی شمس الحق را به قتل رسانده است. و نقل از باشندگان محل، این دو فرمانده طالبان در حالی که از فرماندهان محلی این گروه بودند، در مکتب شاهی خیل دره خشکی نیز وظیفه داشتند. احمد الله مدیر و شمس الحق سرمعلم این مکتب بوده است. کشتار هزاره ها در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار گرفت. آنتونیو براون، عضو پارلمان بریتانیا، در نشستی که لیز تراس نخست وزیر این کشور نیز حضور داشت، خواستار توقف کشتار هزاره ها تحت حاکمیت طالبان و حمایت جامعه جهانی از آنان شده است. این عضو پارلمان بریتانیا روز گذشته در تویتر سخنانش را در مورد کشتار جمعی دختران و زنان جوان هزاره در آموزشگاه کاج در این نشست منتشر کرده و خواستار توقف کشتار هزاره ها در افغانستان شده است. و این نوشته است که خواستش برای حمایت بین المللی از هزاره ها را تکرار کرده و خوشحال است که نخست وزیر پیشنهاد می کند تا وزیر خارجه با نمایندگان هزاره ها در بریتانیا به گونه فوری دیدار کند. لیز تراس نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به سخنان این نماینده گفته است که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد عمیقا نگران کننده می‌باشد و او شاهد عقب‌گرد در بخش حقوق زنان و دختران است. دولت ترکیه به جنرال سمی سادات اجازه ورود به این کشور را نداد. سمی سادات از جنرالان ارتش حکومت پیشین از سوی فرودگاه استانبول اجازه ورود به ترکیه را پیدا نکرده است. جنرال سمی سادات نیز تایید کرده است که به تاریخ 8 اکتبر سال جاری سفری به ترکیه داشته که از فرودگاه استانبول به سوئیس برگشتانده شده است. گفته می شود که پیش از این طالبان از فعالیت‌های مخالفانشان در ترکیه به دولت این کشور شکایت کرده بودند. این در حال است که سمی سادات چند ماه پیش گفته بود که برای مبارزه با طالبان و برگشت به افغانستان آمادگی می گیرد. طالبان می گویند آمریکا با وضع محدودیت بالای مقامات امارات اسلامی توافق دوحه را نقض می کند. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به اقدام تازه ایالات متحده آمریکا مبنی بر محدودسازی صدور ویزا به مقامات این حکومت گفته است که اعمال چنین سیاست‌ها بر روابط دو جانبه ضربه می‌زند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که با در نظر داشت گفتگوهای اخیر در دوحه، آمریکا باید اقدام‌های مثبتی را برای تعامل سازنده بردارد.
این در حال است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صبح روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته بود که ایالات متحده به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه اعضای طالبان بالای دختران و زنان افغانستان صدور ویزا بالای آن عده از کسانی را محدود می‌کند که در وضع محدودیت‌ها بالای دختران و زنان افغانستان نقش عمده دارند. بازداشت و لتوکوب ده‌ها تن در ولایت قندهار به دلیل تراشیدن ریش. طالبان در شهر قندهار محدودیت‌های بیشتری وضع کرده و ده‌ها تن را به دلیل تراشیدن ریش و استایل مو بازداشت و لتوکوب کردند. منابع امروز و رسانه‌ها گفتند که شب گذشته مسئولان حوزه‌های امنیتی طالبان در شهر قندهار بیش از 50 جوان را که ریششان را تراشیده بودند و یا هم به دلیل استایل مویشان بازداشت و شماری از آنان را زندانی کردند. بر اساس معلومات باشندگان ولایت قندهار، طالبان گفتند که از طرف ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه دستور دریافت کردند تا کسانی را که ریششان را میتراشند و یا موهایشان را استایل میزنند بازداشت کنند. یک جوان پنشیری در ریاست 40 استخبارات طالبان زیر شکنجه جان باخت. منابع معتبر میگویند که یک جوان پنشیری در ریاست 40 استخبارات طالبان در کابل زیر شکنجه نیروهای این گروه جان باخته است. و گفته منابع این جوان صلاح الدین نام داشت و یک ماه قبل از ساحه شهر نو کابل بازداشت و روز گذشته جسدش به خانواده اش تحویل داده شده است و ای باشنده اصلی آبدره ولسوالی عنابه پنشیر بوده است. یک منبع بر روزنامه اطلاعات روز میگوید که خانواده این جوان جسد او را به طب عدلی انتقال داده و در طب عدلی دکتران پاسخ روشن نداده و گفتند که خودتان میدانید که موضوع چی هست. بر روایت منبع در جسد صلاح الدین آثار ضرب و شتم وجود دارد و به نظر میرسد طالبان او را خفه کرده باشند. و تیرباران شدن یک جوان در ولسوالی دولینه ولایت غور از سوی طالبان. یک خبرنگار محلی در ولایت غور میگوید که طالبان یک جوان را به اتهام فرار دادن یک دختر در ولسوالی دولینه این ولایت بازداشت و سپس تیرباران کردند. منابعی که خواست نامش در خبر ذکر نشود به روزنامه اطلاعات روز گفتند که این رویداد سه شنبه شب در مرکز ولسوالی دولینه رخ داده است. و نقل از باشندگان محل این جوان سراج الدین نام داشته است. باشندگان محل میگویند که سراج الدین قبلا زن داشت و دختری را که فراری داده بود نیز شوهر داشته است. منابع میگویند که دختر اکنون در بند طالبان در ولسوالی دولینه به سر میبرد. این دختر و پسر هر دو باشندگان منطقه سیرزار ولسوالی دولینه هستند و چند روز قبل به قصد ازدواج با هم فرار کرده بودند.